که فعلا شما مشاهده میکنین در جبرئیل است. در اینجا مبارزات بسیار خستگی ناپذیر صورت گرفته و مرکز تجمع زیادتر از برادرای مجاهد بوده و یک تعداد زیادی از برادرای اینجا شهید شدن که البته اینا مجموعا چندین نفر در یک جا دفن شدن. در غیر از او یک وسعت بسیار زیادی را لازم داشت که تا این برادرای شهید ما دفن شدن. ما قبل از اینکه از دروازه ملک خارج شوین آمدیم به خوجه کله، به ترتیب به طرف برامان و شالبافان و همچنین جلورای ما از پل باغزابیده، او سلطان، قلوار، حوز کرباس، محله عرب ها، دیوانچه و اولولی سرب. و به این قسمت رسیدیم، قسمت جبرئیل. و در این قسمت یک از برادرها و قماندان های مجاهد و مبارز ما آقای عبدالخالق خان که فعلا با ما اینجا هستن و در تمام این جبهات در مدت 14 سال شرکت داشتن و تمام این مواضیع را برای ما نشان دادن. فقط راهی که ما با موتر آمدین با مشکلات زیادی که از مینکاری تقریبا خالی شده بود، دیگه اکثر جاهایی که خارج از این سرک بود مینکاری شده بود. حالا از برادر ما خواهش میکنیم که دوست کلمه راجع به مزار شهدا برای ما بگن. بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بی این استعین. این مزار شهدا که شما مشاهده میکنین اینجا یک مناطق به نام قریه جبرئیل یاد میشه که از اوایل انقلاب اینجا مبارزات زیاد علیه دشمن اسلام شوروی، یعنی شوروی که در قبل به نام روسیه یاد میشد و فعلا به نام فدراسیون روسیه یاد میشه و کشور همه به هم پاشیده که بزینجی قبرهای که شما مشاهده میکنین کلا اینا قبرهای شهدایه و هر یکی از این قبرها که شما مشاهده میکنین ممکن داره دو الا سه شهید هم کنار هم دیگر دفن باشه و تعداد زیادی هم از این قبرها هنوز اینا پختکاری نشده و همه قومی و پرتبه تا انشالله که اینا رو بکنیم با آینده ها اگه بکنیم اینا رو هم دور کنیم و این منافقه که معلوم میشه اینا به اثر مین و به اثر توپخانه دولت و به اثر بمباری ها اینا کلن از بین رفته که امروز ما و شما اینجا بعد از پیروزی انقلاب انشالله اینجا رسیدیم و این قبرستان مشاهده میکنیم که یک افتخار خیلی بزرگی با ما ملت مسلمان افغانستان که اینقدر جوان پر با واسطه اسلام و قرآن از دست دادیم تا امروز سرافراز به جهانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما مشاهده میکنین اینا به وقت اوائل انقلاب بود و به وقت محاصره خیلی شدید بود که ما به شبها به واسطه که اینا پراکنده دفن کردیم شب قبرار میکنیم که دشمن یا ما رو بمبارد میکرد یا توپخانه میزد به بال ما، که اینا از جمله همون کوچک ها و اینا هم از جمله همین بمبایی که به بال ما انداخته بوده کوچه ها از اینا اختاریه که اینجا دفن کردیم که هر کسی میه اینا رو مشاهده کنن و ببینه که جنایت در روز به چه اندازه اینجا به سر میشه. وقتی ما قبرار که شما مشاهده میکنیم و میبینیم اینا خاک و سنگه که او وقت در وسایل نداشتین و به دسترس ما نبوده، فعلا حال این برادرار که میبینیم که اینا کار میکنن اینا انشالله با آینده ماییم که ترمیم از این کار رو بکنیم و اینا رو پخته و سمت کنیم. زیارت به نام زیارت سید مرتضی علوی یاد میشه که چند معجزه هم به چشم خود دیدن برادرها پیش از انقلاب و به دوری قسمت هایی که شما میبینین کلگی جبرئیل است. این قسمت اولش است که ما پیش میریم داخل قلعه، تقریبا پنج بند است که ما تیر نشینیم. قبل اینجا دالان هایی بوده، این دالان ها دیگه به اساس جنگ اینا از بین رفته و ما از قسمت اول از داخل میشیم به داخل خود جبرئیل. البته عقب نشینی کردن و پس تا تمام قسمت های دیهاتی که قبلا ذکر شد پس به عقب نشینی بود. ولی مجاهدین به اثر جنگ نتوانستن قسمت ها را آباد بسازن. روی از ایلات ما میبینیم تمام قسمت ها همه مخروبه است. اینجا ما جایی هستیم که مرکز جبرئیل است و پشت سر ما حوزی مثل حوزه های تاریخی، حوزه چارچوب، حوزه وزیر و حوزه دیگه است که البته هم مخروبه شده و آب هم فن داخلش نمیخوان. رو
طرف دست تپه هاوس مسجدی است که او هم فقط یک قسمت بسیار کمش معلوم میشه که زمینش اسفالت است و دیگه آثار ازی نمانده. ما این فیلم ما بعد از سر و تلاش برادرای بسیار گرامی ما که واقعا زحمت بسیار زیاد کشتن، آقای فرهاد جان و آقای زلمی که واقعا در همه جا با ما بودن و ما از محبت دینا و از تلاش دینا قدرداری میکنیم و امیدوار هستیم که با نشان دادن این فیلم برادرای گرامی ما مربوط به جبریل است و قسمت به اصطلاح پرنده و ما از یک جنوب جبریل است طوری که ما از مناطق دیگه هم عکس گرفتیم. فقط در تمام این منطقه ما به خانه ای بودیم چند دقیقه قبل که برادرها از ما پذیرایی کردن و چای درست کرده بودن تا جایی که به اصطلاح آباد مانده چون پایگاه نظامی اونجا بوده پایگاه نظامی برادران مجاهد اگه چیز از اینجا آثار نمونده امیدواریم که با پاینده برادرهای مهاجر ما مسجدم در اینجا بوده که البته شاید توی کامرال به این طرف شروع قسمت رو بگیره توی قسمت یک باغ است که هم حالت مخروبه است و تمام خانه‌ای که در اطراف می‌بینید تمام از قسمت مرکزی جبریل است و پشت سر ما یکی از کسترخانه‌ای است که البته تعداد کسترخانه در جبریل تقریبا زیادتر از 200 تا 250 تا است که این به طرق صدها سال قبل داده شده که از مواد فرمی ازی که به داخل ازی جای است این مواد به اونجا جمع می‌شده ذخیره میشده و بعدا از این مواد برای عنوان کل کیمیایی در باغ‌های همین استفاده شده است که قبلا یاد کردیم و فقط آثار رو فقط در این قسمت که چند تا علم است و این منبر به جا مانده و دیگه آثار در اینجا نمانده امیدوارم برادرهای بعدا به ساختمان آغاز بکنند. جبریل خارج میشیم و همچنین پیش میریم از پیش شهدا که قبلا فیلم برداشتیم.